تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآن از اول شروع کردیم، الان جزء 25 سوره شورا آیه 25، جزء 25 سوره شورا آیه 25. هر آیه تلاوت میشه چند دقیقه ما تفسیر میگیم، از 4 دقیقه تا 8 دقیقه تقریبا. اما آیه 25 رو بشنوید. و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. اوست که توبه را میپذیرد، بندگانش اگر توبه کنن از بندگان توبه را قبول میکنه. و یعفو عن السیئات، از گناهان میگذره. و یعلم ما تفعلون، هر چه انجام بدید میدونه. ایش میگه و هو الذی یقبل التوبه، اوست که توبه را قبول میکنه. فدست قبول توبه کار خداست، کار کس دیگه نیست. مثل مسیحیت نیست که ما بریم پلو رهبر دینی توبه کنیم و او مثلا منو گناهانمونو بخره ببخشه. ی حرفا هو الذی یقبل التوبه، فقط اوست که توبه. یقبل و فعل مضارعه، یعنی کارش قبول توبه است، یعنی این قبول توبه خدا دائمی است. قابل توب داریم، یحب التوابین داریم، این همش تعبیرها برای اینکه مردم بیاد توبه کنید، از خلافتون دست بردارید، من شما رو بخشم. قابل توب، یقبل توبه، یحب التوابین. ایکی میگه قبول میکنه توبه رو، کلمه توبه یعنی برگشت، یعنی در اسلام بنبست نیست. انسان در هر شرایطی نسبت به هر گناه میتونه برگرده، در اسلام بنبست وجود نداره. یقبل توبتن عبادهی، از بندگانش. خداوند مجرمین هم میگه بنده من هستن، ای مجرم خلافکاری بازم بنده من هستی، توبه کن برگرد میپذیرمت. و یعفو عن السیئات، خداوند از همه گذشته ها میبخشه. از سیئات، سیئه یعنی گناه، سیئات یعنی گناهان، از سیئات یعنی همه گناهان. و یعفو عن السیئات، از سیئات یعنی از همه گناهان میبخشه. خب البته توبه باید همراه با تغییر رفتار و گفتار باشه، یعنی نوعی تظاهر و ریاکاری است که و خدا یعلم ما تفعلون، خدا خبر داره چه میکنید، یعنی خبر داره که شما عملتون هیچ تغییر نکرده. یعنی دوباره میگید توبه، توبه اگر هست واقعا آثار توبه باید در صورت، در نگاه، در کلام، در نیت، در رفتار گفتار اثر بکنه. خدایا به همه ما توفیق توبه واقعی مرحمت بفرما. آیه 26 بشنوید. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. خداوند دعای کسانی رو که ایمان آوردن و کار نیک انجام دادن اجابت میکنه. یکی میگه ادعونی استجب لکم، دعا کنید مستجاب میکنم. ای آیه گفته کیاری داره استجب لکم، اینجا میگه یستجیب الذین آمنوا و عمل الصالحات، دعایی کسانی رو عمل میکنن که اهل ایمان و عمل صالح باشن، نه دعاشون رو مستجاب میکنه. و یزیدهم من فضله، که امام صادق فرمود یزیدهم من فضله، یعنی شفاعت هم به مؤمنین میده، یعنی مؤمنین میتونن نسبت به بعضی روز قیامت شفاعت بکنن. خداوند دعاتون رو مستجاب میکنه، مقام شفاعت هم به شما میده. پس شرط استجابت دعا ایمان و عمل صالحه. بعد میگه و یزیدهم من فضله، اگر چیزی زیاد میده نگو از طلب داشتم، مطلبی از خدا داریم. یزیدهم من فضله، اگر خدا چیزی میده بر اساس طلب و استحقاق نیست، بر اساس فضل خودشه. حالا آخر آیه میگه والکافرون لهم عذاب شدید. این برنامه قرآن اینه که تهدید و تشویقش کنار همه، یعنی خوف و رجا
بیم و امید کنارمه. در یه آیه میگه که یقبل توبه، امیده توبتون رو قبول میکنم، و یعفو عن السیئات، بدیاتون رو میبخشم، و یستجیب، یقبل، یعفو، یستجیب، توبتون رو قبول میکنم، دعاتون رو مستجاب میکنم، از رغزشتون میگذرم. اینا همه امید بود. آخر یه آیه هم فرماد و الکافرون لهم عذاب شدید. در کنار امید بیمم باید باشه، در کنار رجا خوفم باید باشه. پس یکی میگه یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دعای مؤمنین و عمل صالح مستجاب میشه. اینی که حال گاهی ممکنه کسی خودش اهل ایمان و عمل صالح نباشه، به یک مؤمن صالح میگه التماس دعا، میگم آقا من که آمنو و عمل صالحاتی نیستم، ولید شما اهل ایمان و عمل صالح هستی، خودم تو قرآن گفته دعای خوبان مستجاب میشه، تو در حق ما دعا کن. امام باقر علیه السلام درباره ای آیه فرمود دعای مؤمن درباره بلد دینش مستجاب میشه. خب خدا میگه به خاطر علاقه که تو به برادر دینی داری اون چه خواستی به تو میدم. یعنی همین التماس دعایی که با هم میگیم. پس تو قرآن گفته خدا دعای خوبان رو مستجاب میکنه. کسانی که احساس میکنن آدم خوبی نیستن با آدم خوبا میگن آقا ما که پستیم، اما تو که آمن و عمل و صالحات هستی، اهل ایمان عمل صالحی، خدا گفته یستجیب الذین، دعای خوبان است، تو به من دعا کن. توسلم منش همینه که ما به ابوالفضل میگیم یا ابوالفضل تو از خدا بخوا، اشفع لنا عند الله، تو از خدا بخوا. خب آیه 26 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.